چرند پرند شماره 28 از شماره 32 روزنامه سوره اسرافیل، شنبه 20 جمادی الاول 1326 هجری قمری، صفحه 7 و 8. ای بابا، برو پی کارت، برو عقلت را عوض کن. مگر هر کسی هر چی گفت باید باور کرد؟ پس این عقل را برای چی توی کله آدم گذاشتند؟ آدمیزاد گفتند که چیز بفهمد، اگر نه می گفتند حیوان. مرد حسابی روزی 20 من برنج آب می ریزد. روزی دست کم که دیگر از آن کمترش نباشد، 10 تومن 10 شاهی و 5 شاهی مایه می دهد. اینها برای چیه؟ برای هیچ و پوچ؟ هی تو گفتی و من هم باور کردم. این کله را می بینیم؟ این کله خیلی چیزها توش هست. اگر حالا سر پیری من عقلم را بدهم دست جاهل ماهل ها، من هم مثل آنها میشم. که بانویس جاهل ماهل اینجا به معنی جوان برومند و قوی در تداول عامه، ماهل مهمل جاهل است. ادامه. مردی که 1 بند ریش توی روش است، ببین دیروز به من چه میگوید. میگوید دولت میخواهد این قشون را جمع کند، مجلس را به توپ ببندد. خدا یک عقلی به تو بدهد، یک پول زیاد به من. آدم برای یک عمارت پی و پاچین در رفته از پشت دروازه تهران تا آن سر دنیا اردو می زند. آدم برای خراب کردن یک خانه پوسیده عهد سپه سالاری آنقدر علی بلنده، علی تیزه، لبویی، جگرکی، مشتی، فعله و حمال خبر می کند. به به، احمقی گفت و ابلهی باور کرد. خدا پدر صاف و صادق بچه های تهران را بیامرزد. پانویس لبویی، لبو فروش، چغندر پخت فروش، جگرکی، حسرت الملوک یا جغور بغور فروش، آنکه جگر و جگرسفید به قطعات خورد کرده با پیاز پزد و فروشد. مشتی صورتی و تلفظی از کلمه مشهدی و اصطلاحاً دسته از مردم که عادات و آداب و اصطلاحات خاص آمیخته با جوانمردی و زورمندی و گذشت و گاه رندی و عیاری دارند. فعله کارگر، گلکار، در تداول عامه با سکون عین به معنی مفرد به کار رود، و حالا که اصل کلمه به فتح عین و جمع است. مسئله ابلهی گفت و احمقی باور کرد یعنی گوینده و گرونده هر دو ساده لوح و خوشباورند. رجوع شود به امثال حکم ده خدا. صاف و صادق هم یعنی صاف و ساده، بیریا و ساده لوح و بیریه بیشیله پیله. ادامه مد. یکی دیگر میگوید شاه میخواهد اول با این قشون همه باغ شاه را بگیرد، بعد قشون بکشد برود مهرآباد را بگیرد، ینگی امام را بگیرد و بالاخره همه ایران را بگیرد. پانویس باغ شاه باغی در مغرب تهران قدیم در انتهای خیابان سپه فعلی که بعدها محل پادگان نظامی با همین نام شد. مهرآباد آبادی واقع در مغرب تهران که اینک تأسیسات فرودگاه بین المللی هوایی در محلان واقع است. ینگی امام دهی بر سر راه تهران به قزوین به نیمه راه. ادامه مد. من میگویم مرد، آدم یک چیزی را نمیداند. خب بگوید نمیدانم، دیگر لازم نیست که از خودش حرف در بیاورد. شما را به خدا این را هیچ بچه‌ای باور میکند که آدم پول خرج بکند، قشون و قشون کشی بکند، لک و لک بیفتد توی عالم و دنیا که چه خبر است؟ میروم مملکت خودم را که از پدرم به من ارث رسیده و قانون اساسی در خانواده من ارثی کرده از سر نو بگیرم. این هم شد حرف.
تانویز لک کلک افتادن توی عالم، آهسته و با تهیدستی و بی هدف روی به مقصدی آوردن. لک کلک حکایت آواز کف کسی است که به آهستگی و با کشیدن پا بر زمین راه می رود. ادامه متن. والله اینها نیست، اینها پلیتیک است که دولت میزند، اینها نقشه است، اینها اسرار دولتی است. آخر بابا هر حرفی را که نمیشد عالم و آشکار گفت. من حالا محض خاطر دلقایمی بعضی وکیل ها هم شده باشد میگویم، اما خواهش میکنم مرگ من سبیل های دخو را تو خون دیدید، این مطلب را به فرنگی ها نگویید که بردارند زود بنویسند به مملکت هاشان و نقشه دولت ما را به هم بزنند. میدانید دولت میخواهد چه بکند؟ دولت میخواهد این قشون را همچه یواشکی، به طوری که کسی نفهمد، همان طوری که عثمانی به اسم مشروط طلبهای وان قشون جمع کرد و یک دفعه کاشف به عمل آمد که میخواهد با روسیه جنگ کند، دولت ما هم میخواهد یواشکی این قشون را به اسم خراب کردن مجلس و گرفتن سید جمال و ملک و هرچه مشروط طلب یعنی مفسد هست جمع بکند. درست گوش بدهید ببینید مطلب از کجا آب میخورد. آن وقت اینها را دو دسته کند. یک دسته را به اسم مطیع کردن ایل قشقایی و بختیاری بفرستد به طرف جنوب، یک دسته را هم به اسم تسخیر کردن آذربایجان بفرستد به طرف شمال. پانویس وان ناحیتی در مشرق ترکیه نزدیک مرز ایران و دریاچه‌ای به همان نام نیز در آن واقع است. سید جمال مراد سید جمال الدین واعظ مشهور است، پدر سید محمد علی جمالزاده نویسنده مشهور، از رهبران مشروطه و مسموم در بروجرد به سال 1126 هجری قمری به دستور محمد علی شاه. ملک مراد ملک المتکلمین حاج میرزا نصرالله است، از خطبا و روحانیون و رهبران مشروطه، مقتول در 25 جمادی الاول 1126 هجری قمری در باغ شاه به فرمان محمد علی شاه. ادامه متن. آن وقت یک شب توی تاریکی آن دسته اولی را در خلیج فارس یواشکی بریزد توی 10-20 تا کرجی و روانه کند به طرف انگلیس، و از این طرف این یکی دسته را هم همینطور آهسته و بی صدا باز دمدمه های صبح، قلقلک و بار و بنه، سفره نان و هر چه دارند بار کند روی 40-50 تا الاغ و از سرحد جلفا از بیراه بفرستد به طرف روسیه. دمدمای صبح نزدیک صبح حوالی حدود بامداد. قلقلک تنگ سفالین آب. ادامه متن. آن وقت یک روز صبح زود ادوارد هفتم در لندن و نیکولای دویم در پترزبورگ یک دفعه چشمهاشان را وا کنند، ببینند که هر کدامشان افتادند گیر 20 تا غلام قرچ داغی. بانویز پترزبورگ، همون پترزبورگ نام پایتخت قدیم روسیه که بعد شد لنینگراد. قرچ داغ ناحیه در آذربایجان، ارسباران امروزی، ادوارد هفتم پادشاه انگلستان در آن زمان و نیکولای دوم هم تزار روسیه. ادامه متن. والله خدا تیغش را برا کند، خدا دشمنش را فنا کند، این هم نقشه شاپشال است که کشیده، اگر نه عقل ما ایرانی ها که به این کار نمی رسد. که پانویس شاپشال یهودی باغچه سرایی کریمه‌ای مشاور محمد علی شاه قاجار در سردسته قزاقها. ادامه متن. شیطان میگوید
هرچه داری و نداری بفروش، بده این سربازها در این سفر مال فرنگ برایت بیاورند، برای اینکه هم کرایه ندارد هم گمرک. 100 تومنش سر میزند به 500 تومن. خدا بدد برکت. یک دل هم میگویم خودم برم، اما باز میگم نکند شابشال بدش بیاید، برای اینکه فکر بکند بگوید این بدزاد حالا پاش به فرنگستان نرسیده آنجا را هم مشروط خواهد کرد. باری خدا سفر همهشان را بی خطر کند. چرن پرند شماره 29 از شماره اول دوره دوم روزنامه سور اسرافیل چاپ سوئیس پاریس قره محرم 1327 هجری قمری برابر 23 ژانویه 1309 میلادی. این شماره را در تبریز عیناً تجدید چاپ کردند. از این به بعد چند چرنده پرندی که هست بعد از ماجرای حمله محمد علی شاه و این هاست و بعد از غزایای جنگ اول رفتن ده خدا به تبعید و به اروپا. کلام الملوک ملوک الکلام. کلام الملوک ملوک الکلام یعنی حرف پادشاه پادشاه حرف هاست. من همیشه پیش خودم می گفتم که ما آدم ها پادشاه لازم داریم، برای اینکه مثلا اگر با روسیه جنگ کنیم 18 شهر قفقاز را محافظت کند که روس ها نبرند، اگر اولاد داشته باشیم مدارس عمومی مجانی تهیه نماید که بچه ها بی سواد و کور بار نیایند، اگر مجلس داشته باشیم 3 دفعه با قرآن قسم بخورد و عصمت مادرش را هم مزید وثیقه کند که در حفظ مجلس بکوشد. بنویس عصمت پاکدامنی، مزید یعنی افزونی و زیادتی، وثیقه کردن چیزی را موجب استواری عهد و پشتیبان پیمان کردن. ادامه متن. بله ما پادشاه می‌خواهیم برای این جور کارها، اما متحیر بودم که حرف پادشاه چه لازم دارد تا اینکه بگویند حرف پادشاه پادشاه حرف هاست. الان درست 5 ماه و 5 روز و 5 ساعت و 5 دقیقه بود که من به بعضی ملاحظات چرند پرند ننوشته بودم، یعنی این عادت 1.5 سال خودم را ترک کرده بودم و چنان که همه ایرانی ها می دانند ترک عادت هم موجب مرض است. یعنی مثلا همانطور که 180,000 نفر اهل رشت اگر همیشه زیر دست 14-15 نفر فراش و پیش خدمت و مشت و مالچی و آفتاب گلدان گذار حکومت نباشند ناخوش می شوند، همانطور که اهالی شیراز و اصفهان و بلوچستان و خوزستان و کرمانشاهان و لرستان و عراق و کردستان و یزد اگر سالی چندین صد دختر باکره و 1,000 طفل امرد برای اندرون و آبدارخانه های حکام ندهند ناخوش می شوند، و همانطور که خاقان مغفور فتحعلی شاه قاجار اگر روزی 2 ساعت زیر سرسره امارت نگارستان تاغواز نمی خوابید ناخوش می شد، و همانطور که ناصرالدین شاه اگر هر روز خواهرزن خودش را ملاقات نمی کرد ناخوش می شد، و همانطور که اگر مهد علیا مادر ناصرالدین شاه شبها به لباس کلفتهای اندرون با قراولها و سربازها صحبت نمی کرد ناخوش می شد، و همانطور که ام الخاقان زن حاج نصیر السلطنه اگر شبها با محمد علی خان ملاقات نمی کرد ناخوش می شد،
و همانطور که محمد علی میرزا اگر در سال اول سلطنت هر روز عمه خود تاج و سلطنه را نمی دید ناخوش می شد، و همانطور که مجلل السلطان رئیس عمله خلوت اگر روزی 40-50 زرده تخم مرغ با کنیاک و کباب بره نمی خورد ناخوش می شد، و همانطور که اعلی حضرت قدر قدرت ذل الله محمد علی شاه قاجار شبی چند ساعت با مجلل خلوت نمی کرد ناخوش می شد، و بالاخره همانطور که جناب مشیر السلطنه اگر هر روز جمعه مسهل نمی خورد ناخوش می شد، و همانطور که امیر بهادر جنگ اگر هر صبح شنبه ریشش را خضاب نمی کرد ناخوش می شد، نزدیک بود من هم ناخوش بشوم. و هی کی ها کیم بود که روزنامه از نو طبع بشود و من بعد از 5 ماه و 5 روز و 5 ساعت و 5 دقیقه انتظار داغ دلی از چرند و پرند بگیرم. توضیحات پانویست: مشت و مالچی آن که در گرمابه با دست اندام کسی را مالش دهد. آفتاب گلدان همان آفتاب لگن، ظرفی برای دست شستن. گلدان البته به جای لگن در موقع قضای حاجت به کار می رفته است. باکر دوشیزه، امرت ساده پسر بیمو، کلفت زن خدمتکار خادمه، عمله خلوت خدمتکاران اندرون و حرم. خضاب رنگین کردن موی سر و ریش و کف دست و کف پای و سرانگشتان با چیزی چون حنا و رنگ و غیره. کیها کی، چه وقتها، چه زمانها، کی از ادوات استفام، و ها رابط این قید مکرس. داغ دل از کسی گرفتن، بهره بردن از چیزی که در آرزو و انتظار آن باشند و حد کمال و فراغت. فراغ ادامه مد: اما برادرهای عزیز، وقتی که اسباب فراهم شد و من هم با کمال شوق برای از سر گرفتن عادت خودم قلم در دست گرفتم، یک دفعه کاغذ یکی از رفقا محتوی به صورت و دست خط آفتاب نقط اعلی حضرت ذل الله در جواب تلگرافات حجج اسلام نجف رسید و 4 دست و پا توی حال و خیال من دوید. توضیح در پانویس: آفتاب نقط وسیع کلمات نوشته را که دارای نقطه های درخشان چون آفتاب است. حجج اسلام عنوانی برای روحانیان مسلمان. بزار جمع حاضران، آنان که در مجلسی و محفلی گرد آمدند. از دیدن این دست خط من نه تنها در چرند و پرند نویسی به عجز خود اقرار کردم، بلکه یک مسئله مهمی هم که در تمام عمر حلش برای من مشکل بود کشف شد، و آن این بود که حرف پادشاه پادشاه حرف هاست. خدا توفیق بدهد به حضرت مشیر السلطنه صدر اعظم دولت قاهره ایران. پارسال وقتی که همین روزها لقب وزیر داخله داشت، یک روز در بالاخانه باغ شخصی خودش با تمام رجال و ارکان دولت قوی شوکت نشسته بود. در این بین یک گله گاو از جلوی عمارت گذشت و از قضا گاو جناب مشیر السلطنه در جلوی گاوهای دیگر افتاده بود. حضرت وزارت پناهی حضار را مخاطب فرموده به زبان مبارک خودشان فرمودند: حضرات، گاو وزیر داخله هم وزیر داخله گاو هاست. باری مطلب از دست نرود. مطلب اینجا بود که همانطور که گاو وزیر داخله وزیر داخله گاو هاست و به لهجه رشتی ها و مازندرانی ها شیخ فضل الله خر
خر شیخ فضل الله هاست، همانطور هم حرف پادشاه پادشاه حرف هاست. ای ادبای ایران، الان شما یک سال و نیم است به چرند و پرند نوشتن دخو عادت کرده اید و خوب می دانید چرند پرند یعنی چه. حالا این دست خط ملوکانه را بخوانید و ببینید من هرگز در تمام عمر به این چرند پرندی نوشتم یا شما در عمرتان خوانده اید، و آن وقت شما هم مثل دخو باور کنید که کلام الملوک ملوک الکلام راست است و حرف پادشاه پادشاه حرف هاست. و سلام. صورت لایحه جوابیه محمد علی شاه به حجج اسلام نجف. جنابان حجج اسلامیه ثلاثه سلمهم الله تعالی، این دوتا رو توضیحش رو بخونم. علمای تلگراف کننده از نجف اشرف به شاه سه تن بودند، ثلاثه بر منا و سلم الله تعالی، یعنی تندرست و سالم بداردشان خدای بزرگ و بلند مرتبه. ادامه نامه لایحه محمد علی شاه. تلگراف شما به توسط جناب وزیر اعظم از ملاحظه ما گذشت و معلوم شد که از مساعی اصلیه آن حادثه و سوء قصدی که فرق فاسده نسبت به دین و دولت داشته و با شواهد خطوط خودشان که حاضر است و منکشف شده هنوز اطلاع تام ندارید و استهزارات شما عیناً از طرق دسایس خارجه و منافقین داخل است. خانویس سوء قصد اشاره است به بمبی که در خیابان پستخانه قدیم اکباتان فعلی تهران روز جمعه 25 محرم 1126 هجری قمری به اتومبیل محمد علی شاه انداخته شد. عقب اتومبیل را سوراخ سوراخ و چند نفر را مجروح و مقتول کرد، اما شاه که در کالسکه بود و با اتومبیل صد قدمی فاصله داشت آسیبی ندید. فرق جمع فرقه گروه ها دسته ها طایفه ها، منکشف شده یعنی عوامل توطئه کشف شده است و آشکارا و برملا گشته است. دسائس هم جمع دسیسه، توطئه، فتنه، حیله پنهانی. دسائس خارجه کارشکنی ها و توطئه های بیگانگان و دول اروپایی چون روس و انگلیس و غیره. با اینکه طبقات مردم ایران از علمای ربانیین که حقیقتا غمخوار اسلام و اسلامیان هستند تا سلسله تجار و کسبه و اهالی قرا و ایالات و ایلات صحراگرد بیابان نورد نوعاً بر خیالات خبیثه آنها پی بردند و عموم از این وضع مستحدث مشمئز و از اسم مشروط بیزار و متنفر شدند و سیره ما را در مساعدتی که می کردیم مورد اعتراض و انتقاد قرار داده، آنقدر عرایز تظلم و شکوا به توسط پست و تلگراف به دربار ما از اطراف ممالک محروس ریخته که دیدیم در واقع مملکت ایران زجه واحده شده است. و اگر بیشتر از این با بدعت مزدکی مذهبان همراهی بکنیم و از استقاصات حجج اسلام تغافل ورزیم، مظنه این است که عصر ما تاریخ انقراض دین و دولت ایران هر دو واقع می شود. قسم به ذات پاک پروردگاری که پادشاهی پادشاهان عالم به مشیت اوست و او ما را بر اریکه پدران تاجدارمان انار الله برهانهم مستوی و مستولی فرموده است، به واسطه این اتفاق که واقع شد خودمان را در حضور صاحب شرع مستوجب اجر مجاهدین
و مجدین دین مبین می دانیم و به حمد الله تعالی امروز مملکت ایران در کمال انتظام و رعایا در نهایت راحت و وجوه علما و حجج اسلام و عموم اعیان و معاریف تمام ایران همه روزه به توسط برق و برید در مقام تشکر رجال دربار قدر اقتدار همه رجال دربار قدر اقتدار هم همه اسلام پرست و دیندار خاص وزیر اعظم که علاوه بر عالم کفایت و مسلمانی قدس و تقوای او بر آن جنابان معلوم است. ما هم به حمد الله تعالی به ترویج شرع و تعظیم شعایر و اجرای قانون اسلام و ایجاد وسایل عدل عام به تمام قوای خودمان مشغول شده ایم و سابقا هم به همین نیت مقدس بودیم. اگر به یک آدمی که به موجب خط شریف مرحوم آیت الله شیرازی که مضبوط است خود را از سلسله خارج کرده و از حدود خود تخطی نموده سردسته مفسدین فی الارض شده باشد توهین وارد آید از خود اوست و هر کس از وظایف خاصه خود خارج شود و از حدی که دارد تجاوز نماید البته به همان نتایج ناگوار دچار خواهد شد که انن من کان. و ما از نیات مقدسه خودمان جدا امیدواریم که در عهد همایون ما احترام علمای ایران و عمده سلسله مجتهدین نشر علوم آل محمد صلی الله علیهم اجمعین از عهد سلاطین ماضی بگذرد و استقلال دربار ایران به توجهات خاصه شاهنشاه دین امام عصر ارواح نافدا با دول معظمه عالم برابری و همسری کند و انشاءالله امیدواریم که به توجهات امام عصر عجل الله فرجه روز به روز توفیق خداوندی شامل شود که در ترویج دین مبین دقیقه کوتاهی نشود و السلام علی من اتبع الهدى. دسایس جمع دسیسه توطئه فتنه حیله پنهان دسایس خارجه کارشکنی ها و توطئه های بیگانگان و دول اروپایی چون روس و انگلیس و غیره. ربانیین جمع ربانی خداشناسان مردان خدا راسخان در دین. مشمعز بیزار متنفر زجه ناله و قوغا و شیون زجه واحده یعنی ناله و شیون یک پارچه گروهی که همانند زجه یک تن به گوش رسد. عریکه تخت انار الله برهانهم هم جمله فعلی دعایی یعنی خدای حجت آنان را بر زبان ایشان بنهاد یا خدای آنان را بیامرزاد. مستوی چیره مسلط مستولی صاحب شهر پیامبر اسلام مجاهدین کوشندگان مجدین جدیت کنندگان برق و برید ظاهرا منظور تلگراف و پست. قدر اقتدار با توانایی همانند قدر با توانایی سرنوشت و حکم خداوند درباره بندگان. شعائر جمع شعیره و شعاره آداب و رسوم ملی یا مذهبی. تخطی تجاوز در گذشتن از حد. مفسدین فی الارض یعنی تباهی و فساد کنندگان در زمین. که انن من کان هر که خواهد گو باش. عجل الله فرجه یعنی خدا در گشایش او شتاب کند. دعایی که شیعیان پس از ذکر نام امام دوازدهم بر زبان آرند و السلام علی من اتبع الهدى یعنی و سلام بر آن که پیروی کند راستی را. چرندبند شماره 30 اکونومی پولیتیک ای آدام اسمیت که اسمت را پدر علم اکونومی گذاشته ای یعنی که مثلا در روی زمین کسی بهتر از تو علم اکونومی نمی داند. اگر تو واقعا پدر اکونومی هستی
پس چرا لوازم تولید ثروت را منحصر به طبیعت، کار و سرمایه قرار داده ای و در معنای این سه چیز هم دراز دراز مطلب نوشته ای؟ توضیح آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، مؤسس واقعی مکتب کلاسیک در اقتصاد، تولد 1723، فوت 1790 میلادی. اکونومی هم که معلوم لغت فرانسه به معنی اقتصاد، اکونومی پولیتیک هم یعنی سیاست اقتصادی. ادامه مد. از این حرف تو همچو برمی آید که اگر انسان از این سه چیز منفعت نبرد باید دیگر از گرسنگی بمیرد. هی هی، بارک الله به عقل و معرفت تو، بارک الله به فهم و کمال تو. حالا یک کمی نگاه کن به علم اکونومی پادشاه ایران و آن وقت پیش خودت اقلن خجالت بکش و بعد از این خودت را اول عالم علم اکونومی حساب نکن. مرد عزیز، تو خودت میدانی که پادشاه ما کار نمی کند، برای اینکه او شاهنشاه است. یعنی در دنیا و عالم هر جا شاه است او بر همهشان شاه است، پس به همچو آدمی کار کردن نمی برازد. آمدیم سر طبیعت. آن را هم البته شنیده ای که شاهنشاه ایران از آن وقت که به شبی یک حب تریاک عادت کرده طبیعتش آنقدرها عمل نمی کند. آن نویس توضیح اینجا طبیعت به معنی مزاج. ادامه مد. و اما آن که سرمایه است، آن را هم لابد در روزنامه های پارسال خوانده ای که در ماه ذی‌قعده گذشته آنقدر از سرمایه ناک بود که دار و ندار عیالش را برد گذاشت بانک روسی گرو که 4 روز چرچر بچه های میدان توپخانه را راه انداخت. توزیب ناک یعنی لات، چیز توهیده است که آه در بساط ندارد. چرچر راه انداختن اسباب عیش و نوش و رامش و خورد و خوراک فراهم کردن. پس حالا به عقیده تو باید شاه دستش را بگذارد روی دستش و بر تماشا کند به امیر بهادر، و امیر بهادر هم به قول ترک ها مال مال نگاه کند به روی شاه. توضیح بر نگاه کردن، خیره و مستقیم نگاه کردن در چشمان کسی به مدتی دراز. مال مال نگاه کردن، بر روبر یا بر نگاه کردن است، مات و بی حرکت خیره شدن به کسی یا جایی. ادامه مد. نه عزیزم، آدام اسمیت، تو اشتباه کرده ای. علم تو هنوز ناقص است. تو هنوز نمیدانی که غیر از طبیعت و کار و سرمایه، ثروت به چیزهای دیگر هم تولید می شود. بله، نه شاه بربر نگاه می کند به روی امیر بهادر و نه امیر بهادر مال مال نگاه می کند به روی شاه. شاه وقتی دید دست و بالها تنگ است، ستارخان از یک طرف زور آورده، بچه های خلوت هم از یک طرف برای مواجب نغنغ می کنند، می دانی چه می کند؟ می دهد در دربار کیوان مدار یک سفره پهن می کنند. تمام وزرا، امرا، سردارها، سرتیبها و مجتهدها را جمع می کنند کنار سفره. ولیعهد را هم می نشانند میان همان سفره. دلاک را هم خبر می کنند. یک دفعه مثلا از لای عمامه شیخ فضل‌الله یا مثلا از پر شال صدر اعظم مشیر السلطنه در می آید یک گنجشک و می پرد میان اتاق. ولیعهد چشمش را می دوزد به طرف گنجشک، دلاک خرچ عمل را تمام می کند. آن وقت یک دفعه می بینی که 152,000 دست رفت توی جیب ها. هی شاهی، پنج شاهی، پناباد
و قران است که مثل باران میریزد دوی سفره. وقتی پولها را میشمرند خدا بدد برکت. شده است 707 تومان و 2011 شاهی. چند تا توضیح. بچه خلوت، کودکی که در اندرون و خلوت بزرگان خدمت کند، نغمه کردن، زیر لب شکوه کردن، بهانه جویی را لندیدن و غرغر کردن، دلا کیسه کش، سلمانی، مویتراش و کسی که اون زمانها خطه نمی کرد، خرچ، حکایت صوت بریده شدن چیزی، پناباد، دهشایی نقره. ادامه متن. حالا به من بگو ببینم این پولها از کجا پیدا شد؟ طبیعت اینجا کمک کرد؟ یا شاه دستش را از سیاه به سفید زد؟ یا یک سرمایه برای این کار گذاشت؟ بعد از آن باز می‌بیند عین الدوله این پولها را ریخت توی یک جانخانی و با 40,000 قشون ظفرنمون رفت تبریز و ستارخان هم نگذاشت و نورداشت. یک دفعه با 200 سوار آمد به میدان. این طبیعی است که آدم از هول جان 700 تومان که سهل است، 7,000 تومان هم باشد میگذارد و فرار میکند. عین الدوله هم هرچی از این پول ها مانده بود گذاشت و فرار کرد و ستارخان آنها را برداشته قسمت کرد میان فقرای گرسنه و تشنه تبریز. توزیع جانخانی جوال بزرگ. ادامه متن. ای آدام اسمیت، حالا باز به اعتقاد تو باید دیگر شاه بنشیند و امان خدا و پاهاش را مثلا به قول بابا گفتنی دراز کند رو به قبله؟ هی هی، آفرین به این عقیده، آفرین به این عقل و هوش. خیر عزیزم، شاه باز اینطور نمی کند. شاه محرمانه می دهد تفنگ های دولت را می ریزند توی میدان مال فروش ها. یک چراغ حلبی هم روشن می کنند، می گذارند روی تفنگ ها. آی بابا، شام شد و ارزان شد. تفنگ های 100 تومانی را می فروشد 15 تومان. شب وقتی حساب می کنند 345 تومان تفنگ فروختند. پانویس مال یعنی چارپا، چون اسب و استر خر. باز میدان مال فروش هم محلی که این چارپایان رو می فروختند. شام یعنی غروب مغرب. شام ارز شد ارزان شد یا شب شد ارزان شد جمله است که معمولا فروشندگان دورگرد برای فروختن بازمانده کالای خود نزدیک غروب پیاپی بر زبان آورند. ادامه متن. آن وقت فردای همان روز شاه می نشیند سر تخت کیانی که خدا به او عطا فرموده است و سیف قاطع اسلام، ستون محکم دین مبین و حامی اسلام و مسلمین، اعنی سیدنا جنرال لیاخوف را هم صدا می کند و می فرماید از قراری که به حضور اعلی حضرت اقدس همایون ما عرض شده است، جمعی از مفسدین آشوب طلب که جز خرابی دین و دولت و هدم بنیان اسلام و سلطنت قصدی ندارند، در خانه های خود برای اشتعال فتنه و فساد تفنگ ذخیره کردند. البته تمام خانه ها را مخصوصا با قزاق های روسی خودتان تفتیش کنید، پرانتز، برای اینکه قزاق های مسلمان نامحرمند، مبادا چشمشان به زن و بچه مسلمان ها بیفتد، پرانتز بسته. هر کس تفنگ دارد تفنگش را ضبط و یکی 15 تومان هم جریمه کنید. توزیع سیف قاطع اسلام یعنی شمشیر بران اسلام، در اشاره به خالد ابن ولید که لقب سیف الله داشت. اما اینجا به کنایه و طنز وسویست لیاخوف افسر روس را، حامی پناه
اعنی قصد می کنم، همان یعنی که در تداول می گویند. هدم، ویرانی. لیاخوف، افسر قزاق روسی که به دستور محمد علی شاه مجلس شورای ملی را روز 23 جمادی الاول 1326 هجری قمری به توپ بست و جمعی از آزادی خواهان را کشت. ادامه متن. آن وقت از فردا جنرال لیاخوف هم با قزاقهای روسی خودش میافتد توی خانه‌های مردم، یعنی میان زن و بچه مسلمانان. تفنگ ها را به اضافه 15 تومان جریمه و 10 تومان پول ودکا یعنی عرق برای مجاهدین اسلام پس می گیرد. آن وقت آن 345 تومان می شود 690 تومان. این هم مخارج یک اردوی دیگر. حالا ای آدام اسمیت، به من حالی کن ببینم این پولهای حاضر از طبیعت تحصیل شده یا از کار یا از سرمایه. پس تو هنوز خامی، هنوز علم تو کامل نیست، هنوز تو لایق لقب پدر اکونومی پلیتیک نیستی. پدر اکونومی پلیتیک، پادشاه گمجاه ملائک سپاه، پدر والا گوهر ما ایرانی ها، اعلی حضرت قدر قدرت فلک حشمت کیوان شوکت رستم سولت، محمد علی شاه قاجار است. و سلام. چرند و پرند شماره 31، سواد دستخط ملوکانه به پارلمانت سوئیس. من اینو فراموش کردم که چرند و پرند شماره 30 از شماره دوم دوره دوم روزنامه سور اسرافیل چاپ سوئیس داخل پرانتز پاریس 15 محرم 1127 هجری قمری برابر 6 فوریه 1909 میلادی بود. چرند پرند شماره 31، سواد دستخط ملوکانه به پارلمانت سوئیس از شماره سوم دوره دوم روزنامه سور اسرافیل چاپ سوئیس و پاریس 15 صفر 1127 هجری قمری برابر 8 مارس 1909 میلادی صفحه 8 است، که هر دو اینها در زمانیه که به خدا به تبعید به اروپا رفته. سواد دستخط ملوکانه به پارلمانت سوئیس. آنکه عالی جاه عزت همراه پارلمانت سوئیس به مراحم کامله همایونی مباهی و مفتخر بوده بداند. مباهی یعنی سرفراز. ادامه متن. از قراری که به خاک پای جواهرآسای اعلی حضرت قدر قدرت همایونی ما معروض افتاده است، جمعی از مفسدین مملکت و دشمنان دین و دولت که جز بر باد دادن سلطنتی که خداوند متعال به حکمت بالغه خود به ما عطا فرموده هوایی در سر و جز اضمحلال اقتداری که اجداد والا تبار ما به ضرب شمشیر برای ما تحصیل فرمودند خیالی در دل ندارند، در قلمرو حکمرانی آن عالی جاه عزت همراه اجتماع نمودند. از آنجا که درجه لیاقت و کاردانی و کفایت و دولت خواهی آن عالی جاه همواره مشهود نظر کیمیا اثر همایون ما بوده و می باشد، می دانیم که در اطاعت اوامر ملوکانه از هیچ چیز حتی از صرف مال و بذل جان دریغ ندارند. از این رو آن عالی جاه عزت همراه را به موجب همین دست خط آفتاب نقط مأمور می فرماییم که به محض رؤیت فرمان قضاجریان ملوکانه مفسدین مزبور را که از هلیه دولت خواهی آری و از این رو
در پیشگاه خداوندی نیز از دین و دیانت بری می باشند گرفته و در جلو دارالحکومه دولتی به چوب بسته و تا وقتی که در فراش های حکومتی تاب و توان و در بدن اشرار پوست و استخوان هست بزنند تا مایه عبرت ناظرین و موجب تنبه سایر گردنکشان گردیده و بعد از این بدانند که سلطنت بدیعی است الهی که از جانب خدای متعال به ما واگذار شده و احدی را حق آن نیست که سر از اطاعت اعلی حضرت همایونی ما بزند یا شانه از یاسا و تزوک سیاست ما خالی کند. چند تا از توضیحات. قضا جریان آفتاب نقط، یعنی نقطه های حروف آن چون آفتاب درخشان و نورانی است، وصفی است کلمات نامه را. قضا جریان یعنی که همچون حکم کلی الهی است از جهت نفاذ فرمان. الیه زیور زینت، آری فاقد مبرا. این عبارت که سلطنت هدیه است الهی از در متن متمم قانون اساسی ایران اصل 35 آمده بوده است. یاسا، قانون قاعده یاسا، کلمه مغولی مربوط به چنگیز خان. تزو، قانون ترتیب و رسم، کلمه ترکی است مربوط به تیمور گورکان. ادامه متن. و چون به کریاس گردون اساس اعلی حضرت ما عرض شده بود که در آن صفحات چوب و فلک صحیح کمتر به دست می آید، از این رو به کارگزاران فراشخانه مبارکه امر و مقرر فرمودیم که یک بغل ترکه انار که مصداق من الشجر الاخضر النار است از باغ شاه تهران مرکز سلطنت و قلمرو حکمرانی ما چیده و با یک اصل فلکه ممتاز منقش به آن عالیجا بفرستند. توضیحات: کریاس یعنی دربار شاه، کریاس گردون اساس یعنی دربار که بنیادی چون آسمان والا دارد. فلک، چوبی به درازای 1.5 به قطر نزدیک 10 سانتی متر استوانه شکل که در میانه 2 سوراخ به فاصله 0.5 گز از هم دارد و 2 سر تنابی به درازای حدود 0.5 گز بران 2 سوراخ گره خورده است. در سابق محکومان را به پشت بر زمین می خواباندند و 2 پاشان را بر می افراشتند و از دایره تناب می گذراندند. آنگاه فلک را می پیچاندند تا تناب برگردد و پای محکوم سفت گردد. سپس بر کف 2 پای او ضرباتی با چوب خاص با ترکه های انار و غیره می کوفته و می زدند. چوب و فلک کنایه از این دستگاه با ترکه هاست و فعل آن فلک کردن است. من الشجر الاخضر النار قسمتی از آیه 80 از سوره 36 است. آن که نهاد برای شما از درخت سبز آتش. آوردن این جمله به تناسب انار و درخت و رنگ میوه آن با نار آتش و شجر اخضر است و نیز اظهار فضل معمول منشیانه. اصله یک درخت، یک نهال، اینجا لفظی است مناسب معدود برای درخت و نهال نظیر دانه و تخته و دست و فروند و نفر که محاسبان و درازنویسان قدیم به کار می بردن. ادامه متن. از طرف گمرک و کرایه اشیاء مرسوله خاطر آن عزت همراه آسوده باشد. حضرت مستطاب جنرال لیاخوف وعده کرده است که همین روزهای نزدیک به توسط جناب دوست معظم
هارتونیک مبلغی معتد از دولت مطبوعه خود برای ما گرفته ارسال دارد. توضیح لیاخوف که توضیح دادیم قبلا، معتد از حد در گذرنده گزاف و هنگفت. ادامه من. و اگر احیانا از آنجا هم چیزی وصول نشد، امر و مقرر فرموده ایم که سرکار والا عین الدوله، فرمان روای کل قشون ظفرنمون و رئیس اردوی کیوان شکوه برای پنجمین دفعه پست انگلیس را بزند و عایدات را به خزانه مبارکه تحمیل کند. در هر حال خیال آن عزت همراه از این باب به کلی مرفه و فارغ باشد، چه اگر هیچ یک از این دو صورت نگرفت، باز حضرت اقدس والا فرزند اعز کامکار ولی عهد فلک عهد دولت گردون مدار ولی عهد فلک عهد دولت گردون مدار را برای دفعه دوم ختنه خواهیم کرد. محض مزید دعاگویی و دولت خواهی، یک صبح سرداری تنپوش مبارک ترمه لاکی شمسه مرصع از صندوقخانه مبارکه به آن عالی جاه عزت همراه مرحمت فرمودیم که زیب پیکر افتخار کرده بین الاقران مباهی و سرفراز باشد. مقرر آنکه مستوفیان عظام و کتبه کرام شرح فرمان قضا جریان را در دفاتر خلود ثبت و ضبط نموده در عهده شناسند. تحریراً فی چهارم ذی‌الحجه پیچیل خیریت دلیر 1326. توضیحات صبح جامع، یک صبح یعنی یک دست. ترمه لاکی، ترمه به رنگ لاک سرخ تیره، ترمه نوعی شال است با بافت و نقش خاص. شمسه مرصع که شمسه جواهر نشان دارد، شمسه یعنی نقش و نگار با گلابتون است بر ظاهر جامع. بین الاقران یعنی در میان همگنان. کتبه جمع کاتب، نویسندگان، محرران، منشیان. خلود همیشگی، دفاتر خلود یعنی دفترهای حساب دخل و خرج کشور. پیچیل سال بوزینه یا میمون، نهمین سال از هر دوره دوازدهگانه به حساب منجمان ترکستان. خیریت دلیل صفتی برای سال، راهبر نیکویی، رهنمون نیکویی، رهنمون نیکی. چرند پرند از شماره چهارم روزنامه ایران کنونی به مدیریت مرحوم مدبر الممالک، شنبه دهم صفر 1331 هجری قمری برابر با 18 ژانویه 1913 میلادی. حالا بعضی آروار لقها، بعضی هرهوری ها، بعضی سرسری ها، بعضی از آنها که دک و دهانشان چاک و بست حسابی ندارد، به محض دیدن لفظ چرند پرند و شنیدن اسم دخو، دهانشان را از دو طرف تا بناگوش کش داده، چشم و ابرو، دماغ و پیشانیشان را درست مثل آش سرخ حصار بی نظم و ترتیب به هم ریخته و تا نصف خرخرهشان را نشان تماشاچی ها می دهند. یعنی مثلا می خندند. چرند پرند، هی هی هی، دخو، هو 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 هو، سور اسلافیل، ها ها ها. الهیان دندانهای مسواک ندیده تان را مرد شور ببرد. الهی روی تخته بخندید. اگر من شاخ دارم یا دم، یکی به یکی میخندد که سرتاپای خودش هزار عید شرعی نداشته باشد. چند تا توضیح. آروار لق، دهن لق، کنایه است از آن که راز نگاه نتواند داشت.
که هرچه شنود باز گوید. هرهری بیبند و بار بیعتقاد، سرسری نسنجیده سطحی. چاک و بس نداشتن دهان کنایه است از یاوگو و ناسزاگو بودن و هرچه بر زبان آمدن گفتن، راز نگهدار نبودن. دک لفظی است که در تداول با دهن و به معنی آن به کار می رود. آش سرخ حصار، آشی که سالی یک بار در حضور ناصرالدین شاه در سرخ حصار واقع در مشرق تهران رجال کشور می پختند و در آن انواع سبزی ها و خوردنی ها می ریختند. از این آش به مخلوط و مرکبی نامتناسب تعبیر کنند، نظیر شهر فرنگ است، از همه رنگ است. از همه آجیر بشکن آش شله برم کن. هی هی هی، هو هو هو، ها ها ها. الفاظی که حکایت از آواز آمیخته به خنده دارد و در مقام ریشخند کردن کسی به کار رود. روی تخت خندیدن نفری نیست کسی را که آزار از او بینند و مرگ او خواهند. مناسبت آن که جسد مردگان را بر تخت در مرد شوی خانه نهند و شویند. ادامه متن. چرا به من میخندید؟ به حاجی هاتان بخندید که به رسیدن توی خزانه حمام کمرشان لغ می شود، و به کربلایی هایتان بخندید که برای ثوابش با همان آب استنشاق و مزمزه می کنند، بلکه برای خاصیتش بعد از مزمزه فرو هم می برند. توضیح ها از حاجی ها، کربلایی ها و مشهدی ها در خطاب به زنان شوهران آنان اداره شده است، اراده شده است. استنشاخ یعنی به بینی کشیدن مایهی چون آب و غیره. مزمزه گردانیدن آب در دهان و شستن دهان با آن. ادامه متن. چرا به من میخندید؟ به آن زنهاتان بخندید که شبی دو دفعه لولو می شوند. یک دفعه پوستینهاتان را وارونه می پوشند و دیگ مطبخ را سرشان می گذارند، خورخور می کنند که بچه هاتان بترسند. یک دفعه هم با یک بیل وسمه، یک خاکنداز سرخاب و یک جانخانی دوده سر و رویشان را کاگل می کشند که شما حظ کنید. توضیح. لولو موجودی وهمی که کودکان را بدان ترسانند، صورت مهیبی که برای ترسانیدن کودکان سازند. وسمه ماده رنگی گیاهی از تیره صلیبیان، بومی شمال آفریقا و مغرب آسیا و جنوب و مرکز اروپا. سابقا بانوان از آن برای رنگ کردن ابروان استفاده می کردند. نیل بری. جانخانی، جوال بزرگ، کاگل کردن سر و صورت، تعبیری طنزآمیز از آرایش کردن زنان رخسار را با سرخاب و سفیداب و وسمه و خال و غیره. ادامه متن. چرا به من میخندید؟ به دخترهاتان بخندید که در 8 سالگی، یعنی همان وقت که عروسک بازی میکنند، عروس میشوند و در 9 سالگی، یعنی شب 6، آل میاد جگرشان را میبرد. پرانتز. گرچه چه میشود کرد؟ البته تقدیرشان همین است. پرانتز بسته. توضیحات. شب 6 یعنی ششم شب که زن بچه زاییده باشد. آل در اعتقاد عامه موجودی نامرئی مانند جن که زن تازه زارا اگر تنها ماند آسیب رساند. بیماری که زن نوزارا تا 6 روز پس از وضع حمل رسد. ادامه متن. چرا به من میخندید؟ به پسرهاتان بخندید که وقتی شما با هیزومی
دم در هیزم طی می کنید، از پشت زبانشان را رو به شما درآورده، چشمهاشان را به آبرین دوخته و با دستشان بام به سر شما حواله می کنند. دوزی هیزمی، هیزم فروش، طی کردن بهای چیزی را قطع کردن، قطع کردن قیمت چیزی را با فروشنده آن. بام، ضربه که با کف دست و انگشتان نیمه جمع آمده بر سر کسی زنند. بام حواله کردن بر سر کسی، بالا بردن دست بر سر کسی با چنین حالتی و نشان دادن که قصد زدن دارند. ادامه مد. چرا به من میخندید؟ به مشهدی هاتان بخندید که دو ماه یک دفعه پیراهن هاشان را عوض می کنند، و به ارباب مسلک هاتان بخندید که هفته یک مرتبه مسلکشان را، یعنی مثلا با عوض شدن کابینه، عوض می کنند. چرا به من می خندید؟ به بعضی از ارباب مسلک هاتان بخندید که وقتی منصوبند از مسند بدشان می آید و وقتی نیستند از بیکاری. هر کس می گوید نیست، همین حالا مندیلش را سر بگذارد و پوست خربزه هاش را پاش بکشد و برود از یک مقام محذول و یک مقام منصوب زیر پاکشی بکند. توزیع ارباب مسلک یعنی صاحبان روش سیاسی. توضیحات: مسند کرسی وزارت و مقام، ارباب مسند صاحبان مرتبه و مقام. منصوب بر کارگماشته شاغل، مندیل دستار حمامه، پوست خربزه به کنایه و مشابهت، نعلین چه کف و تخت، چه کف و تخت نعلین مشابه 4:1 پوست خربزه بوده است. زیر پاکشی کردن هم یعنی با مهارت کسی را به گفتن رازی واداشتن. ادامه مد. چرا به من میخندید؟ من نه شاخ دارم نه دم. یکی به یکی میخندد که از سم تا یال و از دم تا پوزه هزار عیب شرعی نداشته باشد. به رفیقهای زندگیتان بخندید که پشت سر شما وقتی پیش خواهر خوانده هاشان می نشینند می گویند واه مرد شور تو دهنش میره هر وقت قمیازه می کشه. انگار می کنی یکی آبست و تریاک میگه. و به شوهرهای همین شاهکارهای خلقت بخندید که پیش رفیق رفقاشان می گویند برو زن کن ای خواجه هر نوبهار که تقویم پاری برای جارو کردن، ظرف شستن و طهارت بچه گرفتن خوب است و بس. توزیع آب است و تریاک گفتن رسم بود که در سحرهای ماه رمضان نزدیک به اتمام مهلت سحری خوردن و آغاز وقت شرعی روز نگه داشتن، مؤذن از مناره بانگ می کرد آب است و تریاک، و مراد آن که به اندازه نوشیدن جرعه آب و بلعیدن حبه تریاک برای معتادان فرصت مانده است. اینجا از این تعبیر تلخی سخن و خنکی و سردی آن نیز اراده شده است. برو زن کنه خواجه هر نوبهار، دگرگون شده و صورت طنز گرفته این بیت از سعدی است. زنی نو کنه خواجه در هر بهار که تقویم پارینه ناید به کار. ادامه متن. چرا به من میخندید؟ به مدرسه های جدیدتان بخندید که الف به زبر اب جیم دال زبر جد و ززقلا را روی میز و صندلی درس می دهند و شما هر روز با کمال بی صبری منتظرید که چرا بچه هاتان کوپرنیک، کپلر، گالیه، نیوتن، ولتر، گوته، شکسپیر، لامارتین نمی شوند.
توضیح، یعنی الف و ب با حرکت زبر یعنی فتحه می شود اب، و جیم و دال با حرکت زبر فتحه می شود جد، جمعاً ابجد. از زغغلا هم مراد چند حرف از حروف ابجدی است، یعنی زاد و سادزاد و تازا و قین و لا. لا نماینده الف ساکن است. کوپرنیک و کپلر و گالیله و نیوتن اینها هم که همه برای خوانندگان آشنا هست، ستاره شناس و ریاضیدان و اینها و نویسندگان مشهور. ادامه متن. چرا به من میخندید؟ به مستمعین وعظ و منبرهاتان، به مستمعین وعظ و منبرتان بخندید که در همان وقت که واعظهاتان در یک گوشه مسجد نظافت را از ایمان میشمارند، در گوشه دیگر در بین وضوع آب دهن و دماغشان را توی همان حوض ریخته و زیر شلواری صبحشان را هم با همان آب کر می دهند. پانویس نظافت را از ایمان می شمارند اشاره است به حدیث النظافت من الایمان، کر دادن، تطهیر کردن با آب، کر شستن. کر آن مقدار آب غیر جاری است که رنگ و بو و مزه آن تغییر نگردیده، ولااقل سه وجب و نیم طول و سه وجب و نیم عرض و سه وجب و نیم عمق داشته باشد. ادامه من. ای آنهایی که به من میخندید، به من نخندید. من نه شاخ دارم نه دم. یکی به یکی میخندد که خودش مسخره عالم و دنیا، ترک و بلغار، ارمنی و باکویی، اعتدالی و انقلابی نباشد. به من نخندید. به کسبه مسلمان بازارتان بخندید که هر روز یک فکلی را به باد کتک میگیرند محض اینکه فکل دارد، در صورتی که برای فکل نهی صریح نیست. اما برای یک شاهی به خدا، پیغمبر، امام، اولیا، شهدا، کتب آسمانی، ارواح مقدسه و 124,000 پیغمبر قسم راست می‌خورند، در صورتی که نهی صریح هم هست و آخرش هم با مایه کاری و یا به ضرر می‌فروشند. پرانتز راستی ببین، پس این بیچاره ها از کجا زندگی می کنند؟ خدا برای همه گره در کارها بسازد. توضیح: فکولی یعنی دارای فکل. فکل لغت فرانسه است، یقه پیراهن که به وسیله دکمه ها به پیراهن متصل می شود. نهی من، بازداشت از کردن کاری. نهی صریح یعنی منع آشکار و روشن. ذکر قسم راست کنایه و طنزآمیز است و مراد نویسنده مفهوم مخالف آن است. مایه کاری فروش جنسی سر به سر بدون تحمل زیان یا بدن سود. گره در کار که مشکلی دارد، که کار فرو بسته دارد، دچار گره در کار آنکه مشکلی دارد، که کار فرو بسته دارد، دچار اشکال و سختی است. ادامه متن. چرا به من میخندید؟ به معلمات اخلاق اطفالتان بخندید که شب به شما میگویند والله من هیچ مثل تو مرد پنتی ندیدم. آخر مرد، تو هم به مردم دیگه نگاه کن، یاد بگیر. هیچ فکر خودت نیستی. فردا یک 10,000 چلوار بگیر بده برات پیرهن زیر شلواری بدوزند. و شما میگویید بابا من که این تازگی ها پیرهن تومون خریدم. در جواب شما میگوید به ماشالله همه جرمه جرمبه شده بود.
آهار زدم لایه کهنه های بچه کردم. دیگه یک جای آباد نداشت و فردای همان روز 3 تا پیرهن، 2 تا زیرشلواری شما و 1 چادر نماز و 1 چارقد آقا بانوی خودش را که به قول خودش همانطور که بعد به جهود میگوید هر کدام 2-3 شور بیشتر نرفته میبرد دم در، از 1 طرف قبا ارخالقی را صدا میکند و از 1 طرف آبالویی را. آب آلویی را 15 شاهی را از جهود میگیرد میدهد به آب آلویی، 5 تا 1 شاهی آلو میخورد و 1 کاسه هم آبش را روی آن سر میکشد و وقتی هم توی حیات برمیگردد به زنهای همسایه میگوید پولای این عهد و زمونه هیچ برکت نداره، اگه 5 تا 10 تومنش هم باشه تا تو دست آمد انگار دود میشه میره هوا. توضیح: پنتی یعنی بیار بیکار، لش بیغیرت، مبالغ مقابل لوتی، جرمبه جرمبه یعنی جنده جنده پاره پاره ریش ریش. آهار مایه‌ای که از نشاسته یا کتیرا یا سمق یا لعاب ختمی و مانند آن گیرند و به جامه یا کاغذ و جزان مالند تا محکم و شق و براق شود. جای آباد نداشتن یعنی به کلی پاره بودن. آقا بانو قسمی جامه پنبه‌ای منقش باریک که زنان از آن پیراهن و چادر نماز می‌کردند. 2-3 شور بیشتر درفته بودن یعنی هنوز حالت نوی داشتن، کهنه نبودن. قبا ارخالقی دورگرد خریداری کننده جامه های مستعمل. ارخالق نوعی قبای کوتاه دارای آستر و رویه و قدری پنبه در میان. آب آلویی فروشنده آلوی خیسانده در آب. دود شدن و به هوا رفتن، نابود و محو شدن. ادامه مد: چرا به من میخندید؟ به قوانینتان بخندید که با 1 حرف کم و زیاد در کلمه، در صورتی که معنی یکیست صورت مسئله برمیگردد. مثلا اگر 1 بافوری سیخ حقه رفیقش را دزدید، پرانتز راستی بافوری گفتم، خیلی چیزها یادم آمد اما میترسم مطلب از میان برود، پرانتز بس. این بافوری 6 ماه، 8 ماه، 1 سال بسته به نظر حاکم است محبوس می شود و بعد از 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال بسته به نظر هر رئیس نظمیه تازه است که میل خودنمایی در جراید داشته باشد، یا اسرائیل که دلش بر بدبختی آنها بسوزد میمیرد یا خلاص میشود. اما اگر 1 عمدت التجار، 1 رکن الاشراف یا 1 شریعت مدار ملک خودش را به 10,000 تومان، 20,000 تومان یا بالاخره مثل ملکی که حاجی امین و ضرب در رشت خرید به 80,000 به 80,000 تومان بفروشد و بعد خودش مدعی بشود که این ملک را سابقا وقف کرده ام، هبه کرده ام، مصالحه کرده ام یا صاف و پوست کنده فروخته ام، پرانتز یعنی دز کرده ام به حذف 1 حرف از آخر کلمه دزد، پرانتز بسته، و افلاس نامه هم در دست دارد، این آدم محترم است، با شرف است، آزاد است، هیچ کس هم به اون نمیگوید و نمیتواند هم بگوید چی ماست. توضیحات: بافوری یعنی معتاد به کشیدن تریاک. نظمیه شهربانی. جراید جمع جریده روزنامه ها. وقف
حبس مال و تسبیل ثمره آن است بر حسب نیت واقف به نفع عده‌ای خاص، وقف خاص، یا به سود همه مردم، وقف عام. هبه بخشش، افلاسنامه، نامه ای متضمن شرح ناداری و بیچیزی کسی. ماست نتوانستن گفتن به کسی، یعنی جرأت سخنی ناملایم بدو گفتن نداشتن. ادامه مد. چرا به من میخندید؟ به مجاهدین آزادیتان بخندید که یک سردار با پیشتاب کشیده میاد بالا سرش که مرده که گوش ضعیفه را پاره نکن، چارقد دختره را نکش، مگر تو برای چپو آمده ای؟ از این اصرار، از او انکار. آخرش مجاهد میبیند نه، راستی راستی دارد میزند. خیره خیره به چشم سردار نگاه کرده، سرش را تکان داده، راه میافتد و زیر لب میغرنبد که با این جور میخواهید مشروطه بگیرید؟ اگر شماها مشروطه گرفتید، پس تف کنید به این ریش من. توضیحات: پیشتاب نوعی سلاح کمری، پیشتاب کشیده، سلاح کمری لخت در دست و آماده تیراندازی، چپو، آرت، چپاول، قرنبیدن، قرقر کردن، لند لند کردن. ادامه مد. به من نخندید. آدمی که به دماغ کج، به چشم چپ و به دهن چوله یکی میخندد، اول آینه را با یک شمشه و یک شاغول و یک ریسمانکار میگذارد جلوی روش، درست خودش را ورانداز میکند. وقتی که یقین کرد دماغ خودش مثل قلم دارچین، چشمهاش مثل نرگس شهلا و دهنش مثل چشمه زمزمه است، آن وقت به مردم دیگر میخندد. من آینه با آن بزرگی که تمام قباحت‌های شما را بگیرد ندارم، اما از این هفته در یک صفحه همین روزنامه هرچه ازتان دیدم و بعد از این ببینم به روتان خواهم گفت و گمان می‌کنم بعد از آن به من نخندید. اگر باز هم خندیدید چاره ندارم جز اینکه نفرینتان کنم، یعنی بگویم الهی در این سر سیاه زمستان یک روز برفی، یک ساعت از شب رفته، با زحمت و خستگی زیاد به خانه تان برگردید و ببینید کرسیتان بی آتش، دیزیتان وقزده و چراغتان بی نفت افتاده است و به زنتان بگویید آخر بابا این چه زندگی است؟ بگوید اوه، مگه این کار سر من نو شده؟ برو ببین همه عالم و دنیا هنوزم تو تکیه هست. تعزیه دیب و بلقیس بود، مگه راه میدن که آدم پاشه؟ دخو. توضیحات: چوله چپ، چپ و چوله یعنی کج و معوج. شمش قطع چوب مکعب مستطیل به بلندی یک گز و بیشتر که بنایان با آن رج و ردیف بودن رده های خشت و آجر دیوار را آزمایند. شاغول وزنه آویخته از ریسمانی است که بنایان با آن استقامت دیوار را آزمایند و ریسمانکار نخی که بنایان از یک سوی دیوار به سوی دیگر به استقامت کشند و به هدایت آن رده های خشت و آجر را رج و ردیف کنند بی پیشی و پسی. قلم دارچین یعنی بینی کشیده و قلمی. قلم دارچین یعنی بینی کشیده و قلمی. زمزم چاه و چشمه‌ای در خانه کعبه، قباحت زشتی، وق زده، کنایه است از دارای حالت سرد و بیجوشش و غیر قابل استفاده. اوهوه، صوتی است نشان دهنده اعتراض
گوینده آن بر مخاطب و توقع بیجا قلمداد کردن سخن او. صوتیست نشان دهنده اعتراض گوینده آن بر مخاطب و توقع بیجا قلمداد کردن سخن او. به سر کسی نو شدن کاری یعنی با او شروع شدن و به او منحصر بودن. دیب یعنی دیو، بلقیس زن سلیمان پیغمبر و پادشاه یهود. دیب و بلقیس یکی از تعزیه های کمدی آن روزگار بود. رسیدیم به چرند پرند شماره 33، یتیم شاد کنک. من قبل از اینکه شروع کنم به خوندن، این از شماره 5 روزنامه ایران کنونی به مدیریت مرحوم مدبر الممالک، شنبه 17 صفر 1331 هجری قمری برابر با 25 ژانویه 1913 است، 1291 هجری شمسی. این مقاله بار دیگر در شماره اول روزنامه شفق سرخ، پنجشنبه 11 حوت 1300 هجری شمسی برابر با 2 رجب 1140 و 30 فوریه 1922 چاپ شده. یک جمله در پرانتز بگم که دوستان اگه دقت بکنن، انگار که خدا این رو امروز به خاطر این اوضاع و احوال ایران و این فاصله طبقاتی که هر روز داره متاسفانه زیادتر میشه نوشته با قلم شیرین و شیوای خودش، و من توضیحات رو میذارم در پایان. یتیم شاد کنک. خب ننه رقی، بچه ها راست میگویند. کجا میروی؟ شوهر نداری که دعوات کند. دیگ و دیگ برت هم از حد در نرفته که بگی شل میشه، شوروا میشه یا وا میره. نه خانم جون، باید برم. چرا؟ میخوام امشب یک یتیم شاد کنک یله هم کنم. حالا بعضی خانها، اربابها، حاجیها و حتی وزرای روشن شده ما که معتقدند یا میخواهند معتقد باشند که خدا در عالم زر قسمت هر کس را علاحده داده است، و بعضی از نویسندگان بزرگ ما که در قرن 20 میلادی و 14 هجری از مقامات حریری و بدیع الزمان، تاریخ معجم و وصاف و نوشته های میرزا مهدی خان حتی به طرز قائم مقام هم تنزل نمی کنند، در معنی این کلمه حیران می مانند و حق هم دارند. برای اینکه هر دو دسته در وقت شنیدن این قبیل کلمات قسمت اعلای گوششان را از دو طرف خم می کنند روی سوراخ گوشهاشان و با دستهاشان تا زور دارند فشار می دهند روی آنها. یک دسته برای اینکه مخالفت با خواست خدا نکرده باشند، و دسته دیگر محض اینکه از ابهت مقام علمشان کم نشود. اما من چون لاله های گوشهام کوتاه‌تر از آن است که روی سوراخ‌هاش را بگیرد، ناچار میشنوم و میفهمم. یتیم شاد کنک پلوی فقراست، یعنی در همین شبهای سخت زمستان که کم و بیش بخاری‌های چینی و آهنی شما در امارات عالیه تان میسوزد، خرقه‌های خز، پتوهای کرک، لحاف‌های ترمه و بالش‌های پر در سروبر شما کار حمام می کند، گزهای اصفهان، پشمک های یزد، بیسکویت های اتریش و افشوره های بردو و مونیخ با برف شمران میزهای اول شب شما را زینت داده، و کبک ها، تیهوها، انواع ماهی های رودخانه‌ای و دریایی، پلوهای ملون و خورش های رنگارنگ با میوه های گرم سیری و شیرینی های خانگی به شما و اولاد شما وعده خواب های سنگین و لذیذ می دهند. در همسایگی های شما هم بعضی هستند که به آنها مادر و به آنها هم پدر خطاب می کنند.
با دمارهای درآمده، گونه و شقیقه های فرو رفته، در اتاقهای سرد و تاریک، در صورتی که سقفهای گلیشان چکه و یا ریزش می کند. با لباسهای نازک و کهنه و لحافهایی که کافی برای حفظ حرارت نیست. روی گلیم، حسیر یا در زمین خشک با دستهای مرتعش یا مادرانه اطفال بی پدر خود را و یا پدرانه بچه های بی مادر خودشان را، همانطور که شما جگرگوشه هاتان را در آغوش می کشید، در آغوش می کشند و در شادی، مسرت، خوشی و سعادت آنها همان سعی شما را دارند. هیئت اجتماعی دیگر محبت را نتوانسته است از آنها بگیرد. بلی، اینها هم بچه هاشان را می بوسند، می بویند، نوازش می کنند و در جواب آن سوال ها که من از شرح دادن تمام آنها عاجزم و البته رقت شما هم به من اجازه نمی دهد، با چشم های پر اشک دست به سر اطفالشان کشیده می گویند قصه نخور، ما هم فردا پلو می پزیم. به طور خلاصه باید آن سوالات این باشد: مادر، امروز یک مجمع پلو از خانه این آقای همسایه‌مون آورده بودند، می‌فروختند؟ آقا جان، امروز برای یکی از همشاگردی‌هامان نوکرشان نهار آورده بود. یک خورشتی داشت اسمش متنجم، داخل پرانتز متنجن بود. ننه، این چیزهای گرد پهن که سرخ می کنند توش هم یک سوراخ دارد، اسمش چیه؟ خانم، امروز صبح یک بوی سیرداغ خوبی می آمد. آبجی، یادت هست ما آن وقتها، آن پیش پیشها یک شب پلوی قیمه پختیم؟ بابا جون، من هیچ خودم از اینها خوشم نمیاد، اما بوش را که میشنوم تنم گزگز میکنه، تنم بی خود بی خودی میلرزه. خانم جان، پس این نعمتها را کی به این مرد ما میدهد؟ البته مادر با گلوی گرفته میگوید خدا. خانم جان، مگر ما خدا نداریم؟ بله، مادر یا پدر چه فرق میکند؟ دست های لرزان خود را به سر و موی این گلدسته های باغ زندگی، این ثمره های عشق و امید، این معنی های عصمت بیگناهی و این صورت های کوچک خدا و مظلومین بزرگ هیئت اجتماعی کشیده میگوید ما هم فردا شب پلو میپزیم. امشب با وزش آخرین حرارت‌های نفس خود بچه‌اش را در روی سینه خود گرم کرده و فردا شب آخرین پارچه لباس پشمی خشن خود را در بازار می‌فروشد. برنج گران است، روغن نرخش بالاست، هیزم، نمک، زغال لازم است. اگر آن بچه نمی‌داند، شما می‌دانید مادر با این پول کم چه می‌خرد، چه می‌پزد. قدری بلغور خشک، کمی لوبیای سفید خام و پخته بچه خودش را امشب به این غذا گول می‌زند و فردا به امید رأفت، رحمت، انسانیت و مسلمانی شما از خانه بیرون می‌آید. این پلو یتیم شاد کنک است. این کلمه در وصاف مقامات و در دره نادره نیست، اما آقایان چون این معنی را می رساند، آن هم در این پای تخت، در این سواد اعظم و در این قبة الاسلام. شاید برای غارت زدگان همدان و بروجرد کلمات دیگر باشد که در قاموس از آن اسم نبردند. من وعده داده بودم که شما را بخندانم، اما امروز نفهمیدم چطور شد
حاشیه رفتم. حاشیه رفتن عیب نیست. فرض کنید حاضر شده اید در مدرسه امامزاده زید یک صفحه شرح لمعه بخوانید. بعد از چند کلمه شروع به درس یک دفعه خبردار می شوید از زکات، فطر، همراه استادی رفته اید به ورانداز کردن طول و عرض عقول اشره، از آنجا به سقف محدب فلک قمر و بطن مقعر فلک مریخ و از بیراه انداخته اید تا قعر طبقه هفتم عرض و از آنجا راست تا نوک پوزه گاو و ماهی. شاعر می فرماید خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. دخول توضیحات: دیگ و دیگبر، دیگ و دی سفری که در آن بشقاب و غیره نهند و برند توسعاً آلات و ادوات آشپزخانه. شوربا شدن، همان شوربا شدن، از حالت طبیعی خارج شدن پلو هنگام طبخ به سبب آب بسیار، همانند آش شدن پلو از بسیاری آب که در آن ریزند. وارفتن، جدا شدن اجزای چیزی از یکدیگر، چنان که له شدن برنج در طبخ پلو و اثر بسیاری آب آن. یتیم شاد کنک غذایی بی روغن و بی گوشت یا کم گوشت که فقیران برای جلوگیری از بهانه فرزندان در تقاضای غذا پزند. گله هم کردن یعنی سر هم کردن، آماده و جور و روبراه کردن به هر ترتیبی که هست. عالم زر، جهانی که در آن آدمیان چون ذرات از پشت آدم ابوالبشر بیرون شدند و خدای تعالی آنان را به اقرار و اعتراف به وجود خیش واداشت. مقامات، کتابیست از بعید بدیع الزمان همدانی و اولین کتاب مقامه در زبان عربی با شکلی کامل در مقام نویسی که ابن درید آغاز کرده بود. بدیع الزمان احمد ابن حسین همدانی از دانشمندان و متبحران در علوم ادب عرب، معاصر صاحب ابن عباد و صاحب تألیفات چند، متوفا در 398 هجری قمری. تاریخ معجم، تألیف ادیب عبدالله قزوینی در تاریخ ایران با نثری فنی و متکلفانه. وصاف، ادیب عبدالله شیرازی ملقب به وسواس الخزره، مؤلف تاریخ وسواس، متولد حدود 663 هجری در شیراز. قائم مقام میرزا ابوالقاسم، پسر میرزا حسین فراهانی، وزیر عباس میرزا و محمد شاه قاجار، ادیب و شاعر و منشی و موجد سبکی خاص در نثر فارسی، تولد 1193، فوت 1251 هجری قمری، در واقع به قتل رسیده در سال 1251 هجری قمری. افشوره شیره و آب میوه ها، همانند لیمو که با فشار برآرند. دمار، رگ و ریشه های گوشت. متنجن، قسمی خورش که از گوشت و روغن و آلو و قیسی و گردو و خلال بادام و پسته و خلال نارنج تهیه کنند. اون اشاره به این که اون چیزهای گرد پهن که سرخ میکنند توش هم یک سوراخ دارد، مراد شامی یا کوفته شامی است. آبجی هم لغت ترکی به معنی خواهر. گزگز کردن یعنی احساس درد و رنجی غیر ممتد و متناوب در اندام کردن. قسمت پاک دامنی. بلغور، گندم پخته و پس از خشک گشتن با دستاس خورد شده. دره نادره، کتابی است درباره تاریخ نادرشاه افشار از میرزا مهدی خان استرآبادی، منشی نادر. سواد اعظم، شهر بزرگ، قبة الاسلام، لقب شهر بلخ و نیز بصره بوده و اینجا
به مناسبت بر تهران اطلاق شده است. قاموس مطلق کتاب لغت و اختصاصاً کتاب لغتی که فیروزآبادی محمد ابن یعقوب ابن ابراهیم متوفا به سال 816 هجری قمری از لغت عربی تألیف کرده است. حاشیه رفتن، از اصل به فرع پرداختن در سخن. امامزاده زید، آرامگاه زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، واقع در بازار تهران. شرح لمعه به نام روزت البهیه، شرحی است که شهید ثانی بر لمعه دمشقیه شهید اول نوشته است و از کتب درسی طلاب است. عقول عشره، عقلهای دهگانه، ده فرشتگان، متوسطی که رابط میان ذات مجرد و متکثرات عالم وجودند، چنان که از عقل اول عقل دوم و فلک اول به وجود آمد و از عقل دوم عقل سوم و فلک دوم صادر شد و به همین گونه تا عقل دهم و فلک نهم. مهذب برآمده برجسته، بطن مقعر، شکم گود و فرو رفته. این قضیه تا نوک پوزه گاو و ماهی اشاره است به اعتقاد قدما که زمین بر پشت گاو و گاو بر پشت ماهی و ماهی در دریای اعظم شناور است. بیت خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، از مثنوی مولوی است. چرند پرند شماره 34 از شماره دوم روزنامه شفق سرخ قدیم، یک شنبه 14 اوت 1330 شمسی برابر با 5 رجب 1340 هجری قمری و 3 مارس 1922 میلادی که قطعا از شماره هفتم یا هشتم روزنامه ایران کنونی که محل اسف در دست نداریم نقل شده است. مجمع الامثال. اروپایی ها می گویند مثلها حکمتهای ملل می باشند و باز می گویند امثال نتایج تجربه پدرهاست که برای اولاد خود به ارث می گذارند. من بعد از آن که هر دو را تصدیق می کنم، مثلا به فلانی، یعنی برای اینکه پامان را از گلیم خود دراز نکنیم، می گویم مثل چاروادار افکار و اعمال ملت است که در یک دست مهار حرکت افراد را دارد و در دست دیگر سک نکتیز احترام قدمت را، و چون غالبا ساده و عامیانه است هیچ چیز از قدوم آن جلوگیری نمی کند. یعنی در آلاچیق شاه سون همانطور اهلی است که در تنبی خان و در زبان یک ادیب مقامات خان، همانطور در دوران است که در لهجه یک روستایی. توضیحات: پا از گلیم خود دراز نکردن یعنی از حد خود تجاوز نکردن، حد خود نگاه داشتن در کارها. سک، سیخک، سیخونک، قطع چوبی که بر سر آن میخی نکتیز نصب شده باشد و با فرو کردن آن بر گردن خر یا حیوان باربر دیگری او را به تیز رفتن وادارند. حالا چیق، نوعی خیمه از پارچه ستبر. تنبی، اتاق وسیع مجلل نظیر شاهنشین. مقامات خان یعنی خواننده کتاب مقامات حریری یا مقامات بدیع الزمان. ادامه متن: برای نفوذ و سلطه مثل در اعمال و افکار همینقدر بس که همیشه به جای دلیل ملزم خصم یا برهان مسکت نفس استعمال شده است. توضیح: ملزم خصم یعنی مغلوب کننده دشمن،
مسکت نفس یعنی خاموش کننده نفس. ادامه مطلب. ولی مثل حکمت است، مثل معرفت است، مثل کیسه های مملو و از عرفان و تجربه است که پدرها برای اولاد خود به ارث می‌گذارند. چیزی که هست همانطور که ملت ما برگزیده خداست و خداوند تبارک و تعالی تمام کوها، بیابانها، دریاها، سیارات و ثوابت و بالاخره موجودات نامتناهی را برای ما خلق فرموده است، همانطور هم کیسه های امثال ما از معرفت پرتر و از تجربه و حکمت مملوفتر است و از این جهت هم در اعمال و افکار ما مؤثر واقع می شوند. چقدر به خاطر دارید که حلال شما یک روز روش را طرف شما گرفته و با کمال تضرع گفته است آخر مرد تا کی می شود فروخت و خورد؟ برو فکر یک کاسبی بکن، فردا دیگر این یک لحاف را هم باید بفروشیم و بچه ها مثل جوجه تا صبح بلرزند. و شما بعد از آن که گفته اید ای بابا دهن باز بیروزی نمی ماند، هم خودتان راحت شده اید و هم عیالتان، با کمال دلگرمی چادرش را سر کرده و به تکیه دویده است. پانویس: حلال زن عقبی، زنی که رسما به ازدواج کسی در آمده باشد. تکیه جایی وسیع و سقف‌دار که در آن روزه و تعزیه برپا کنند. ادامه متن. چقدر به نظر دارید که وقتی که یک دهاتی را زیر چوب تا کمر له کرده اید، یک نفر بادمجان دور قابچین به شما عرض کرده است بله قربان، خدا رحمت کند حاج اعتماد بزرگ را همیشه می گفتند رعیت تابع ظلم است، ظلم، ظلم. و بعد از شنیدن این مثل به قول تازه ها وجدان شما آسوده شده و به قول قدما نفس لوامه شما از هیجان افتاده است. توضیح: بادمجان دور قابچین کنایه است از چاپلوس و متملق سبزی پاک کن. نفس لوامه، نفس سرزنش کننده افعال و اعمال، نفسی که آدمی را از ارتکاب گناه باز دارد. ادامه من. چه دفعات که تخطر یک مثل هرچه نصیب است نکم می دهند به ذهن شما، شما را در مقابل احتکار محکمترین غارت غارتگران و ظلم ظالمین صبور و حلیم نگاه داشته است، صبر و حلمی که از صفات یک نفر بنده مؤمن است. توضیح: تخطر گذشتن و تجاوز کردن از چیزی، اینجا یعنی از خاطر گذشتن. احتکار انبار کردن کالا خاص غلات برای گران فروختن به هنگام کمیابی، محتکر انبار کننده کالا به نیت گران فروختن. ادامه مد. چندین هزار دفعه بعد از آنکه یک روزنامه چیه منتظر تبعید یا یک خطیب عاشق حبس منظره های هولناک آتیه اولاد وطن شما را پیش چشم شما مجسم کرده است، شما با یک مثل دنیا پس از مرگ ما چه دریا چه سراب، مرهم بر جراحت های قلب خودتان گذاشتید. چندین مرتبه به یاد می آورید که با تذکار مثل هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاید، اوضاع حاضر و گذشته را دو دستی گرفته اید و از تغییر اعمال پدران که مایه آق والدین شده است جلوگیری نموده اید. دوزی آق والدین نافرمان نسبت به پدر و مادر و آزار دهنده آنان. ادامه متن. در چندین مواقع در برابر سوء اخلاق و بدرفتاری اطفال، شاگردها
و زیر دستان خود با مثلهای تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، یا بر سیه دل چه سود خواندن وعظ، زمام اولادتان را به دست حوادث سپرده و خودتان را از زحمت تربیت آنها، زحمت جانکاه و پرمشقت آسوده نموده اید. چه روزها، ماها، سالهای دراز که با تمثل به مثل کی کار شیطان است، لباس مردکه را در دکان، پاچین ضعیفه را در خانه، خانه فلان آقا را در حالت چکریزش و باغ بهمان بیک را در حال خشکی و استعمال نگاه داشته اید و همینطور. ولی امثال حکمتند، مثلها همبانهای تجارب پدرهاست، مثل سایر اعمال و افکار انسان است. منتها ما چون برگزیده خدا هستیم، مال ما بهتر از مال سایرین است و از این جهت است که من هم مثل برونه یا دوپل و نه مثل کپتار و نه مثل مادام دومنتن این مثلها را انتخاب نکردم، بلکه همه را چون همه حکمت بوده در مجمع الامثال ذیل جمع کرده و برای افتخار آیندگان به یادگار گذاشتم. در هر جا کوتاه بود کشیدم تا بلند شده است و هر جا بلند بود به منگنه گذاشتم تا کوتاه شده است. یعنی به قول بچه ها شکر و قند آورده ام و بازار را بند، نه شعر و ور و چرند پرند. و هی هازا توضیحات. همبان انبان کیسه چرمی. ژاک برونه کتابشناس فرانسوی، 1780 تولد، 1867 میلادی فوت، و نیز احتمالاً ژان برونه شاعر فرانسوی، تولد 1894، تولد 1823، فوت 1894 میلادی. دوپل احتمالاً ژان آن دوپل، پزشک، جراح فرانسوی و استاد دانشگاه، کپتار شناخته نشد. مادام دومنتنن معلمه فرزندان لویی 14 پادشاه فرانسه و بعداً همسر وی، شروور هم که یعنی سخنان یاوه و بیهوده.